پاکستان در چهار روز گذشته بیش از یکصد هزار مهاجر افغانستانی را به گونه اجباری اخراج کرده است. اخراج شدگان از برخورد غیرقانونی و رفتار ناپسند پلیس پاکستان شکایت دارند و از این کشور میخواهند که مطابق ارزش‌های انسانی رفتار کنند. آنان پلیس پاکستان را به دزدی قصب اموال و باجگیری متهم می‌کنند. شماری از آنها می‌گویند که پلیس هنگام بازجویی مدارک را بررسی نمی بلکه چشمشان به اسباب و دارایی های مهاجران است این در حالی است که پاکستان بر انعطاف ناپذیری در این مورد تاکید کرده و درخواست نهادهای حقوق بشری مبنی بر توقف روند اخراج اجباری را نپذیرفته است از سوی دیگر اکثریت نهادهای حقوق بشری از عواقب و پیامدهای این اقدام پاکستان هشدار داده و گفتند که کودکان و زنان بیش از همه در معرض خطر و سوءاستفاده استفاده و جدایی از خانواده ها قرار دارند آژانس پناهندگان سازمان ملل یونیسف و سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه نگرانی عمیق خود را در یک اعلامیه مشترک اعلام کردند این سنها در اعلامیه خود نوشتند که طرح حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران غیرقانونی ایمنی و سلامت کودکان و خانواده های مهاجران اخراجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دیدهبان حقوق بشر هم از برخی کشورها خواسته که پاکستان را تحت فشار قرار دهند تا تصمیم اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستانی را از این کشور پس بگیرد